خب کمپین نخریدن خودروی صفر کیلومتر با واکنش تند وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روبرو شده. محمد رضا نعمت‌زاده تحریم کنندگان خرید خودروی داخلی را ضد انقلاب خوانده. این در حالی است که حامیان کمپین نخریدن خودروی صفر کیلومتر ساخت ایران میگویند هدفشان بهبود کیفیت خودروهای داخلی است. آرش سیگارچی گزارش میده. هفته پیش این مرد پلاکاردی در دست داشت که کارخانه پراید گران فروش است. پلیس او را بازداشت کرد. خریداران از خودروهای داخلی راضی نیستند. اعتراض هایی هم شده. اما محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران معترضان را ضد انقلاب خوانده است. مردم انتظار دارن به هر صورت بعد از این مذاکرات 5+1 انتظار دارن شاید یک تغییراتی در قیمت باشه. به همین واکنش آقای وزیر به این کمپین است. خودرو نخرید تا ارزان شود. این کمپین برای نخریدن خودروهای صفر کیلومتر ساخت داخل ایران به راه افتاده تا تولید کنندگان را مجبور به بهبود کیفیت محصولاتشان کند. در واقع این کمپین نوعی اعتراض مدنی به قیمت‌ها و اقدامات و سیاست‌های شرکت‌های خودروسازی. جامعه ناراضی که به این باوره که سالها در حق اونها اچاف شده، میخواد به این شیوه و با این روش در حقیقت معادلات بازار رو تحت تاثیر قرار بده. اما در مورد صحبت جناب وزیر صنعت و معدن تجارت باید گفت که اگه امروز مردم محصولات تولید خودشون استقبال نکنن به خاطر ضرری است که سالها بر اونها تحمیل و در حق اونها اچاف شده. قطعا آقای وزیر این رو میدونن. مدتی در فضای مجازی ارقامی به عنوان قیمت تمام شده خودروهای ساخت داخل مطرح میشود که تفاوت فاحشی با قیمت بازار دارد. اینکه مثلا قیمت تمام شده خودروی پژو تنها 7 میلیون تومان است یا پراید 4 میلیون تومان. حتی اگر این روایت هم درست نباشد، قیمت خودروهای ایرانی که به کشورهای خارجی فروخته می شود ارزان‌تر از بازار داخل است. مثلا خودروی ال90 در کشور آذربایجان حدود 23 میلیون تومان است، در ایران اما 47 میلیون تومان. یا سواری پراید در عراق 14 میلیون تومان و در ایران 22 میلیون تومان. منتقدان میگویند سالهاست تعرفه زیاد به خودروهای خارجی بسته می شود تا خودروسازان داخل تقویت شوند و توان رقابت را با خودروهای خارجی داشته باشند. اما هنوز کیفیت خودروهای داخلی خوب نشده است. پیشنهاد میکنم که آقای وزیر به جای بکارگیری این ادبیات غیر مسئولانه به نوبه خودشون در جهت کیفیت جامعه تلاش کنند، بیان برنامه‌هایی در جهت ارتقاء سطح دانش و بینش صنعت خودرو در مدیریت فن خودروسازی داشته باشند. این قیمت‌ها را ببینید. خودروی مزدا 17,000 دلار یعنی 57 میلیون تومان است. در ایران 114 میلیون تومان عرضه می‌شود. یا تویوتا کرولا 17,000 دلار یعنی 57 میلیون تومان. اما در ایران 128 میلیون تومان معامله می شود. با اینکه وزیر صنعت معتقد است کمپین نخریدن خودروی صفر کیلومتر ایرانی شکست خورده، اما این یکی از انبارهای خودروسازان داخل است. آقای نعمت‌زاده می گوید وجود 5000 خودرو در انبار عادی است. اما به تازگی اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور گفته 80,000 خودرو روی دست خودروساز داخلی مانده است. این تعداد خودرو در انبار دیگر عادی نیست. شاید به همین دلیل است که ایران خودرو دوباره به فروش قسطی محصولاتش روی آورده. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.